گفتن که توبه کردی. گفتم آره. گفتن که یه نفر که دادگاه بهش حکم اعدام داده تو اعدامش میکنی؟ من گفتم بله. زندانیانی که به سوی همبندانشان شلیک می‌کردند. در شصقه امشب از پروژه توابسازی در زندان‌های جمهوری اسلامی خواهیم گفت و می‌پرسیم هدف حکومت از آن چه بود. همچنین در برنامه امشب اولین دادگاه مدیر آمد نیوز، از مفسد فی الارض تا توهین به مقامات، روح الله زن با 17 اتهام روبروست. رویارویی ارتش سوریه با نیروهای ترکیه در پی پیشروی در استان ادلب. 5 نظامی ترکیه کشته شدند، حدود 700 هزار نفر آواره. دومین تلاش ما برای در مدار قرار دادن ماهواره در این فاصله از زمین ناموفق بود، اما هدف ما همچنان برقرار. جزئیات یک پرتاب ناموفق، پروژه ماهواره ظفر چرا شکست خورد؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در جریان انقلاب سال 57 علیه محمد رضا شاه، طیف وسیعی از احزاب و گروه‌های سیاسی در کنار هم قرار گرفتند، از ملی‌گرایان گرفته تا چپ‌ها و اسلام‌گرایان. در نهایت اما این اسلام‌گرایان به رهبری آیت الله خمینی بودند که قدرت را قبض کردند. در شور و شوق و آزادی سیاسی ایجاد شده در یکی دو سال اول انقلاب، جوانان زیادی به گروه‌های سیاسی و احزاب مخالف پیوستند. اما طولی نکشید که به دستور آیت الله خمینی فعالیت بسیاری از این احزاب ممنوع شد و هزاران دگراندیش بازداشت و اعدام شدند. دهه 60 خونبارترین دهه تاریخ جمهوری اسلامی شد و پروژه توابسازی کلید خورد. زندانیان تحت شدیدترین شکنجه ها مجبور به توبه شدند و تن به کارهایی دادند که میگویند آسیب های روانیش بعد از 4 دهه هنوز با آنهاست. در شب 22 بهمن، سالگرد پیروزی انقلاب، ژیار گل به استکهلم سوئد رفته و با بعضی از زندانیان سیاسی دهه 60 گفتگو کرده. دهه 60 یکی از خونبارترین دهه های تاریخ معاصر ایران، دهه توابسازی و اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی. هزاران زندانی سیاسی سابق ایرانی در کشور سوئد زندگی می کنند. اکثر اونها کسایی بودند که در دهه 60 در زندان بودند و به این کشور پناهنده شدند. یکی از آن زندانیان مهدی معمارپوری بود. او روزهای سخت زندان را به خوبی بیاد دارد. گفتن که توبه کردی. گفتم آره. گفتن که یه نفر که دادگاه بهش حکم اعدام داده تو اعدامش میکنی؟ من گفتم بله. آره، یه سری عکسای در واقع اون سالهای منه. این مثلا زمانی که سربازی بودم. مهدی معمارپوری هنگام انقلاب 57 جوانی 21 ساله بود، تازه از خدمت سربازی بازگشته بود. سازمان ها و گروه های مختلف از چپ تا اسلامی در پیروزی انقلاب ایران نقش داشتند. بسیاری از جوانان به گروه های مختلف پیوستند. پاسدار، مجاهد، چریک و پیشمرگ شدند. روزه اول انقلاب اصلا یه حس دیگه ای داد به همون میاد. یه دفعه دیدیم واو، آدم میتونه یه جور دیگه باشه. برای من بازرگانینا آدم های جالبی بودن که باید به حرفشون توجه میکردم. خب همه چی رو دنبال میکردم و بین اونا باورم این بود که سازمان مجاهدین و سازمان چریک فدایی این دوتا سازمانه ای هن که حق دارم، یعنی کلی زحمت کشتن در طی سالها برای اینکه به این نقطه برسیم و حالا به این نقطه رسیم که آزادی به دست آوردیم. اما آزادی پس از انقلاب عمری کوتاه داشت. آزادی در حدودی که
اسلام به ما اجازه میده. شاید امروز یا فردا بسیاری از این احزاب را ممنوع اعلام کنم و نگذاریم هیچ نوشته ای از اینها، تمام نوشته هاشون را از بین میبریم. به فرمان آیت الله خمینی بسیاری از احزاب غیر قانونی شدند. به تفاضل آنها حمله شد و اعضای آنها دستگیر شدند. سال 60 تو یه اتاق 5x7 100 نفر تا 120 نفر هستش. از 62 به بعد حمید اشتری از زندانیان سیاسی دهه 60 بود که 8 سال از عمرش را در زندان‌های مختلف ایران سپری کرد. 60 61 62 که دادن می‌گرفتن، قلقم می‌کردن گروه‌ها رو، جوخه اعدام بود، این یه مقطع بود. ولی فشارهای داخل زندان برای بریدن بوده. بیشترین آمار از سازمان منافقینه و بعدم مارکسیست هایی که با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه میکنن. ما زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی دارن. خمینی خودش چند سالت بود اونجا؟ مهدی معمارپوری در سال 1360 در تهران بازداشت شد. چیزی که برام عنوان کردن خب برام مجاهدین بود. ما اصلا کسی نبودیم، فقط یه اعلامیه داشتیم به همدیگه دادیم. خیلی اعدام شدن به خاطر همون اعلامیه. دقیقا. من اتفاقی او تنها 6 ماه در زندان اوین بود، اما پس از 38 سال خاطرات تلخ آن روزها هنوز او را رها نکردند. این تصاویر زندانیان سیاسی دهه 60 در زندان اوین است. در آن دوران هزاران زندانی سیاسی زیر شکنجه یا برای نجات از اعدام از احزاب خود براءت کردند. مسئولان زندان آنان را تواب می‌خواندند و مدعی بودند که آنها توبه کردند. ما یه هفته توی کمیته بودیم، بعد از یه هفته ما رو بردن اوین. در طی مدتی که اونجا بودیم خب میومدن پاسدارا، چون پرسیدم مثلا توبه کردی؟ که معمولا همه میگفتن بله. بعد میگفتن مثلا مصاحبه تلویزیونی میکنی؟ یه سری میگفتن بله، یه سری میگفتن نه. اونایی که میگفتن نه مثلا یه خورده میگفتن پس من توبه نکردی، مثلا یه خورده کتک میزدن، یه خورده اذیت میکردن جوره مختلف. برای اثبات توبه مسئولان زندان اوین از مهدی 23 ساله میخواهند که در اعدام همبندیهای خود شرکت کند. یه مینیبوس اومد و مسابقه شدیم، خیلی هم بودش. من در تمام مدت توی تمام این مسیر همش فکر می‌کردم مگه میشه اینا اصلاً دست من بدن که من نمیام که مثلا کسانی که چیزام هستن مثلا برمیگردم اینا رو میزنم اگرم بخوام. اون روز مهدی و چندین زندانی دیگر رو به محل اعدام زندانیان سیاسی میبرن. یکی دو تا مینی بوس اومد، یعنی به فاصله وای میسادن و یه سری پیاده شدن. اینا کسایی بودن که قرار بود اعدام بشه. یک صف طولانی، خیلی طولانی. اون طرفش یه دختر بود با خیلی جثه کوچیک. اینا تو صف اعدام بودن. تو صف اعدام بودن. همینجوری بودش، یعنی میدیدی بازم میدید اونجا یه بچه هست اونجا. او ابتدا فکر میکند زندانبانان جدی نیستن و تنها او رو امتحان میکنن. اما او در اشتباه بود. به ما گفتن که دستمون رو، یه پاسداری که اونجا وایساده بود، دستمون رو بذاریم رو دستش، انگشتمون رو بذاریم روی انگشتمون که روی ماشه بود، که من همین کار کردم. و بعدش قرآن خوندن، یه تیکی خوندن و شلیک شد. معلوم بود که تجربه شو داره، یعنی دفعه اول نبود که همچین اتفاقی میافتاد که مثلا یک کسایی مثل ما رو برده بودن، زندانی ها رو میبردن برای اینکه توی این حرکت شرکت کنن. ولی اجاره اونجا بود، همجوری حرف میزد و صداش قشنگ میشدیم. ما بسم الله قاسم الجبارین یا ایها النبی. اسدالله لاجوردی دادستان وقت تهران بود. در میان مخالفان او به شکنجهگر
و قصاب اوین شهرت داشت. خدایا اگه قیامت نباشه اینا با یه دفعه مردن کجا جواب این همه جنایتو میدن؟ فقط قیامته که انتقام انشاءالله گرفته خواهد شد. حاکم اصلی اون قتلا و کشتارها، چه از نظر بازجویی، چه از نظر محاکمه، چه از نظر اعدام، همه چیز به نظر لاجوردی بود. لقب رسمیش داستان انقلاب تهران بود، ولی در واقع این بود که باید بازجوها زیر نظر این باشن، تو همه چیز دخالت میکرد. هزاران فعال سیاسی در دهه 60 دستگیر شدند، بدون وکیل، محاکمه و بسیاری از آنها دست جمعی اعدام. داستان تواب و تواب سازی در واقع با جمهوری اسلامی اومد. ما اگه بخوایم در نظر بگیریم همه جای زندان هست وقتی شما رو دستگیر میکنن، خب یکی کم میاره تو سلول انفرادی، بلخص زیر شکنجه، زیر بازجویی، زیر کاب، گوشت و پوست و استخون و شلاق دیگه چیزی نیستش. خاطره تلخ آن روزهای زندان اوین هنوز بر روح و جان مهدی معمارپوری سنگینی میکند. که من اینو تجربه با خودم داشته باشم. توی همه زندگی تصورش، من یه دیواری دورم کشیدم از همون زمان. جولیان هیوز یکی از مشاوران مرکز خیریه رهایی از شکنجه است. او با داستان زندانیان سیاسی ایرانی آشناست. خیلی ها که شکنجه شدن تجربیاتشون رو برای سالها با خودشون حمل میکنن. شبا کابوس میبینن. ممکنه شکنجه 30-40 سال پیش بوده باشه، اما حس میکنن که همین دیروز بوده. مهدی از دیواری بین خودش و دیگران حرف میزنه. این در بسیاری از زندانیان سیاسی دیده میشه، چون شکنجه آدم رو از دیگران جدا میکنه. کسانی که این تجربیات تلخ رو داشتن نمیتونن به کسی اعتماد کنن و یا اینکه رابطه ای داشته باشن. همه اینو جزء شکنجه بود اگه در نظر بگیریم. حتی اون کسی هم که میبودن برای تیر خلاص زدن که آقا بیا به تیر بزن یا بیا دست بده این ماشه، خیلی هم نمیدونستن، رفته بودن اونجا فکر میکردن الکیه، بودن انگشتو بزن اینجا، مثلا پاس داده انگشتشو فشار داده، حالا چشمندو بزن بالا، میگفت چشمندو میسته افتاده بودن. وقتی اومدن داخل اتاق مثلا حالت روانی داشتن. یعنی این در واقع شکنندگی اونجا نبود، این شکنندگی تا آخر عمر باهاشون هست. توی همین زندگی تاثیر داشت. این فقط و فقط برای شکستن آدما بود، فقط و فقط برای خود کردن هر آن چی که آدم در انسانیت در خودش داره. ببین من میگم یه بچه خیلی چیز بودم، ماهیگیری برام وحشتناک بود، یعنی یک بار انجام دادم اونم وحشتناک بود، واسم کلی بار من چرا این کاری کردم. بعد حالا آدم، من آدمم، نه هر شخصی، کسانی که من باور داشتم مثل آزادی مثلا دارن تلاش میکنه، من همدست قتل همچین آدمی بودم. داستان مهدی معمارپوری داستان هزاران زندانی سیاسی دهه 60 است. زندانیانی که خود شکنجه و خشونت را تجربه کردند یا شاهد خشونت علیه دیگران بودند. برای گفتگوی بیشتر منیره برادران نویسنده و جامعه شناس که 9 سال را در دهه 60 زندانی سیاسی بودند و برادرشون را در همین دهه به واسطه اعدام از دست دادند از فرانکفورت آلمان با ما هستند. همچنین ایرج مصداقی پژوهشگر حقوق بشر که 10 سال از سال 60 تا 70 شمسی را در ایران زندانی سیاسی بودند از استکهلم سوئد با ما هستند. خوش آمدید به برنامه هر دوی شما. خانم برادران، از پروژه توابسازی شروع بکنیم. فکر میکنید که هدف جمهوری اسلامی از پروژه توابسازی چه بوده؟
دقیقا اهداف مختلف رو دنبال میکرده. هدف اصلی این بود که مخالف و انسان مخالف و مخالف بودن رو حذف بکنه از جامعه. ما همه میدونیم که دقیقا با در انقلاب نیروهای مختلفی شرکت داشتن و این جمهوری اسلامی وقتی به قدرت میرسه در این تلاش هستش که همینا رو نابود بکنه، اینا رو حذف بکنه. خب میدونیم که اعدامهای وسیعی تو اون دوره صورت میگیره. در کنار اون اعدامها یک سیاست که اجرا میشه و در اون با اونم در ارتباط هست، اون هستش که اونها که زنده میمونن با از قالبی مخالف در بیاره، یعنی مخالف رو تبدیل کنه به یه انسان مکتبی، اون انسانی که خودش میخواد. دقیقاً این چیزی هستش که اگر ما بخوایم در بحث گسترده ببینیم با جامعه این کارو میکنه. اسلامی کردن جامعه هست، اسلامیزه کردن جامعه هست، نه فقط با قوانین اینا که میدونیم. دقیقاً نسیش که انسان مکتبی بیاری، انسان یک دست جامعه، یک دستی از انسان مکتبی. این دقیقاً تو زندان دستش بازتر بوده برای این مسئله. و با در اون ببینید فضایی که اعدام و شکنجه در اون ابعاد خیلی خشونت آمیز، خیلی به اصطلاح خیلی دهشتناکی که اینجا هم اشاره شد در گزارش شما، اون یک وضعیته. در اون وضعیت بعد یک سیاست دیگه هم هستش و اون ارشاد و تواب سازی به اصطلاح که در حد تبدیل انسان ها به یک موجود دیگه ای. و این در حد حذف شخصیت، یعنی نابودی شخصیت و هویت آدم های هستش که زمان مخالف بودن و تلاش برای اینها تبدیل کنن به یک انسان مکتبی. حالا اینکه چقدر موفق میشن اینا که میگه بعد از صحبت. آقای مساقی شما فکر میکنید چقدر موفق بوده جمهوری اسلامی؟ برای تجربه من 10 سالی که در زندانهای مختلف بودم، من اوین بودم، گوهردشت بودم و قزلحصار و تقریبا میتونم بگم در بسیاری از بندها به سر بردم یا لاغر کسانی که از اون بندها اومده بودن رو باهاشون دیدم. میتونم به جرأت بگم خدمتون نظام اسلامی در سیاست تباه‌سازی مطلقا موفق نبود. کسر کوچکی از زندانیان به همکاری با رژیم تن میدادن. از همون سال 60 من میتونم خدمتون بگم در بسیاری از بندهایی که من بودم یا اتاقهایی که من بودم، تعداد کسانی که تواب بودن و به همکاری با رژیم میپرداختن انگشت شمار بودن. از سال 64 به بعد تقریبا ما در اتاقها و بندهامون اساسا تواب نداشتیم. ممکن بود کسی بریده باشه و مخفیانه گزارشی بده و همیشه اینها بودن، در همه زندانهای دنیا هم هست. در سال 60 و 61 من باز میتونم خدمتتون بگم در بسیاری از موارد مراجعه میکردن برای اینکه افراد برن تیر خلاص بزنن و اونها حاضر نمیشدن و حتی تهدید میکردن شما رو خواهیم زد، بودن خب بزنید و اونها رو به سلول انفرادی بردن. دوستان خود نزدیک من براشون اتفاق افتاد و ما در بندی که بودیم میتونم بگم به ندرت توابین در اونجا بودن. البته این رو خدمتتون بگم چون ما با یک نظام ایدئولوژیک روبرو بودیم. مثلا زندانیان مارکسیست نمیتونستن علنا از مارکسیست لنینیست دفاع کنن یا از کمونیست دفاع کنن، بعد اون وقت به عنوان محارب بلافاصله به عنوان مرتد میتونستن اعدامشون کنن. یا زندانیان مجاهد عملا امکان این رو نداشتن که بگن اتهام ما مجاهدینه، به خاطر همین بعد میگفتن منافقین. برای اینکه به محض اینکه میگفتن مجاهدین، میگفتن نظرتون راجع به کشته شدن بهشتی با هنر رجایی یا عملیاتایی که مجاهدین انجام میدن چیه؟ بهتره اگر شما دفاع میکردین قطعا بلافاصله اعدام میشدید. حتی میخوام این رو عرض کنم، این یک نظام ایدئولوژیک بود. به طب ممکن بود به طور سوری و در واقع به طور شکلی افراد خودشون رو یا اتهامشون رو مجبور بودن و منافقین میگفتن بدون اینکه باوری به این داشته باشن، یا زندانیان چپ همینطور. خانم برادران، شما کتابی نوشتید درباره روانشناسی شکنجه، از تبعات روانی پروژه توابسازی به ما بگید. ببینید دقیقا این سیاست که ما خواستن اعمال بکنن، همچون که دوست عزیزمون آقای مستاقی گفت، اینجور نبودی معنی نبوده که دقیقا تصور به وجود بیاد که دقیقا همه زندان فضای زندان اینجوری بوده، ولی سیاست وجود داشته و عمل هم کرده بر بخشی از زندانیان و بعد در یه دوره خاصی که مثلا بگیم که حوالی مثلا 60، یعنی نیمه های دوم 60 تا مثلا 62 63 زمان که لاجوردی بود. به هر حال این
تبعاتش دقیقا نابودی شخصیت و هویت اون زندانی ها بود. یعنی اینجوری بود که از اون انسان مخالف بود، برای یک ایده هایی رفته بود، برای ایده هایی که با آزادی بود، علیه استبداد بود، علیه تحقیق بود، یک انتظار دیگه از انقلاب داشت. و دقیقا اینا رو همه این چیزهایی که دقیقا میتونه باشکوه باشه، این تلاش این بود در به صلاح جلوی چشم این زندانی برای زندانیات با تلقین و با هزارش شکنجه و سیاست‌های مختلفی اینو منفی جلو بدم. یعنی دقیقا به عنوان یک مثلا چیزی این اصطلاح هواهای نفسانی بود، این رو جلو بدن که دقیقا گناه جلو بدن و این که این انسان گناهکاری بوده. و این دقیقا میشه تصور کرد که چقدر میتونه این مخرب باشه در اون شخصیت در اون زندانی. و بعد دقیقا نابودی به سام حقیق زندانی است. و این همینجور در مورد اون فرد عمل میشه و همینجور بعدا تأثیرش در خانواده، در همبرگیاش ایجاد میشه. این دقیقا یه جوری حس یأس ایجاد کردن، حس مثلا مستعصر یعنی بودن، نابیهوده دیدن مبارزه، تلاش برای این بوده که همچه چیزی ایجاد بشه. و بعد وقت اینا همه در ایجاد فضای ارعابه. یعنی این هستش که مثلا یک وقتی که میبینی که یک زندانی که رفیق تو بوده دیروز، هم رزم تو بوده، وقتی امروز به موجودی تبدیل شده و بالای سر تو واسطه به عنوان نگهبان، این به صلاح خب یک احساس اینجوری خیلی شکست هست، یک احساس در خود فرو رفتن ایجاد میکنه. آقای مستاقی، بعضن درسته که تعدادشون اندک بوده، اما این نگاه به بعضی از کسانی که تن دادن به توبه وجود داره که اونها مقصرن. چقدر میشه زندانی رو که تحت شکنجه هست و تن به توبه میده مقصر دونست؟ بله، در هر صورت مقصر اصلی نظام اسلامی است و فشارهایی که میارن و البته بودن کسانی که در زیر فشار شکستن و خیلی ها هم در زیر فشار نشکستن. این بسیاری از آدم ها هستن وقتی در اون فضا قرار میگیرن، همون فضایی که میبینن اعدام، میبینن شکنجه است، بعد خب خیلی ها به خاطر اینکه نمیخوان با اعدام یا شکنجه مواجه بشن یا میخوان یه جوری جان به در ببرن، به تبع همکاری میکنن و گاه سیاهکاری های بسیار بسیار زشتی رو هم انجام میدادن. این مسئله ایست که بایستی بعدها به این پرداخته بشه یا راجع به این صحبت بشه. ما همین رو در زندان‌های یا در بازداشتگاه‌های آلمانی‌ها، در کاپوها داشتیم و این اتفاق افتاده بود. در حتی خود زندان هم داشتیم کسانی که در شعبه ها کار میکردن شکنجه میکردن. البته خب شما یک کودک 14 13 15 ساله‌ای رو که عملا لاجوردی با انواع اقسام فشارها اینها رو گاه به همکاری با میداشت، حتی گاه اینها رو به جوخه‌های اعدام میبردن، اینها رو میدادن جوخه‌های اعدام رو تمیز کنن، حتی کثیف‌ترین کارها رو میدادن انجام بدن، به هیچ وجه ما نمیتونیم اون کودک رو محکوم کنیم. ما نمیتونیم اون نوجوانی رو که هنوز پشت لبش سبز نشده بوده، هیچ تجربه اجتماعی نداشته، با اون دختری رو که هیچ موقع حتی شب نتونسته بود خونه‌شون بیرون بخوابه یا مثلا جایی رفته باشه، بعد حالا در زیر شکنجه قرار گرفته، اون رو محکوم کنیم. یا حتی بسیاری که در قبر و قیامت شکستن. ببینید بسیار ساده است راجع به اینها قضاوت کردن. من خودم این شرایط رو پشت سر گذاشتم و میدونم که چه فشاری است، ولی میخوام این رو عرض کنم، اینها رو هم باید تفکیک کرد. بسیاری در زیر شکنجه ها بوده شکستن و بسیاری نه، اینها نیاز به تفکیک داره. ولی در هر صورت در ارتباط با همه این آدم ها نظام اسلامی است که مقصره، نظام اسلامی است که بایستی محکوم کنید. یعنی ما میبایستی از اون شروع کنیم و بعد اینها دیگه اینها میشه به نظر من تبعات اون قضیه. خانم برادران، معمولا سراغ کدام یک از زندانی ها میرفتند؟ چه کسی بیشتر احتمال این رو داشت که توبه بکنه؟ خب اینا تلاش رو در مورد همه میکردن، ولی همونجور که آقای مستقیم اشاره کرد، دقیقا این بیشتر زندانی های اون موقع در دهه 60 نوجوان ها بودن یا خیلی جوان بودن، ما خیلی دانش آموزان زیاد بودن که اون دوره، و اینا خب خیلی بودن دقیقا مستعد، بچه بودن دقیقا اینا، و اینا دقیقا خب خیلی مستعد هستن برای به هر حال یه جوری اون القاعاتی که میشه یا اون ارشاد هایی که میشه، اون چیزی که انجام میخوان برن سیاستی به تبلیغات اونیا عمل بکنه. ولی کلا سیاست هایی عام بوده، خب میشه گفتش که شاید بیشتر روی نوجوان ها بیشتر بوده یا مثلا روی کسایی که نقشه مهمی داشتن در سازمان ها، چهره هایی بودن برای اونها، خیلی شکنجه های خیلی خیلی وحشتناکی اونچه که ما شنیدیم و خب تا حدودی هم شاهدش بودیم اعمال می شده برای اینا رو به اعتراف وادار کنن، به بیان جلو تلویزیون برای مصاحبه و اینها. دقیقا شما باید ببینید که مصاحبه هایی که صورت گرفت
و هر کسی الان میدونه، ولی برای اون دوره به ویژه در پشت سر اون شکنجه، پشت سر اون هر اون اطراف تلویزیونی که میشد، پشت سرش شکنجه های بسیار بسیار دهشتناکی خوابیده بود. یعنی این سیاست به اصطلاح، این سیاست بگیم ارشاد، این سیاست وادار کردن زندانی، نه فقط به خاطر کاری که انجام داده، بلکه در قطعی تبدیلش به یک انتظاری که ازش می تبدیلش به یک انسان دیگه، تخریب و شخصیت اون، یکی از مهمترین جنایت های جمهوری اسلامیه. یعنی به نظر من بارش این هست در کنار واقعا اون اعدام ها، اون همه اعدام که صورت گرده، این هم همونقدر وحشتناک و واقعا جنایت بزرگی. برای که من میگم اثرات این نه فقط بر اون آدم ها، بلکه دقیق در اون کسا که هم بندی های دیگرشون در خانواده هاشون در جامعه ما میشه. همچه که اشاره کردم اون اسلامی کردن جامعه، چون جامعه متنوع، جامعه فکرهای مختلف داره، جامعه از در اجتماعی خب شکل‌های مختلفی رو تجربه کرده بوده که اینا رو یهو بیاید در یه قالبی که ما مثلا نمادش رو در به اصطلاح محجب کردن زنا می‌بینیم، اینها که نمی‌تونست که بدون به اصطلاح فشار و ارعاب و شکنجه باشه. آقای مصداقی، جلوتر اگر بیایم، آیا تغییری در رفتار حکومت شما می‌بینید در قبال زندانیان سیاسی؟ خب به طبع اون فشار اولیه یا فشاری که در سالهای دهه 60 بود برای شکستن زندانیان، امروز ما اون فشارها رو لاغر تو اون سطح نمیبینیم. شما اگر توجه کنید در دهه 60 به خصوص سال 62-63 در زندان قزلحصار بیشترین فشار رو روی زندانی ها می آوردن و قوانین عجیب و غریبی رو در اونجا اجرا میکردن برای اینکه فقط زندانی رو بتونن بشکنن. ببینید شما ماها در قبر بود نشستن با چشم بند و حتی زیر نظر داشتن تمام حرکات شما و ضرب و شرف سرپا ایستادن چند روزه یا در واحد مسکونی اون فجایع و جنایاتی که در واحد مسکونی انجام دادن، هیچگاه شما امروز در اون حد شما نمیتونید ببینید یا نیستش. به نظر من عملا شرایط امروز زندان ها متفاوت از شرایط دهه 60. شما میبینید در زندان از ابتدایی ترین لحظه‌ای که طرف دستگیر میشه، حتی میتونه تماس بگیره یا تماس داره یا لاغر همه در جریان دستگیری او قرار میگیرن و ما امروز نمیتونیم اینو مقایسه کنیم با دهه 60، اگرچه این ربطی به نظام اسلامی نداره، به فضای مجازی داره، به پیشرفت داره و در واقع امکاناتی که امروز به وجود اومده و اینها دست اینها رو میبنده، چنانچه لازم بشه همونن، کما اینکه میبینیم در عرض چند روز 1500 نفر رو میکشن. بنابراین این محدودیت هایی است که هست، ولی دهه 60 رو بایستی باز کرد و اون شرایط رو در واقع برای مردم روشن کرد. برای مردم باید اینو توضیح داد، این گونه که تفسیر میکنن هر کس در زندان رفت شکست، یا هر کس از پیچ توبه گذشت توبه کرد، یا هر کس وارد اوین شد به همکاری واداشته شد، نه مطلقاً این گونه نبوده. ببینید اتفاقا بزرگترین مقاومت ها، تابلوی بزرگ شکوهمندی که ما در دهه 60 در واقع نسل برآمده از انقلاب ضد سلطنتی ترسیم کرد، در تاریخ ایران میمونه. نمونهش رو شما در کشتار 67 میبینید. من شاهد بودم، من روزها تو دهه 60 تو کشت و راهروی مرگ بودم. ببینید بدون اغراق میگم، بدون دلبستگی به اون بچه ها میگم، یک نفر همکاری نکرد، همه دسته دسته پای مرگ رفتن، پای جوخه های در واقع اعدام رفتن، ولی یک نفر همکاری نکرد. و من بارها نیری رو دیدم، اشراقی رو دیدم، همین شیخ محمد مقیسه که امروز رئیس دادگاست، دیدم که از خشم به خود میپیچیدن و با عصبانیت میگفتن یکی از این سگ منافقا همکاری نکرده. این چیزی بود که من به گوش خودم شنیدم و میخوام بگم دهه 60 رو بایستی ورای از این تبلیغاتی که رژیم میکنه اینجا و اونجا بایستی دید. متشکر از هر دوی شما، ایرج مصداقی و منیره برادران از زندانیان دهه 60. امروز در ایران اولین جلسه رسیدگی به اتهامات روح الله زم، مدیر مسئول و مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز برگزار شد. آقای زم که در ماه آبان بازداشت شد، با اتهامات سنگینی نظیر افساد فلعرض و جاسوسی متهم شده. ابوالقاسم صلواتی قاضی این پرونده امروز گفت که جریان رسیدگی به اتهامهای روح الله زم علنی برگزار می شود. فؤاد مسیحا گزارش می دهد. اولین جلسه رسیدگی به اتهامهای مدیر سابق آمد نیوز، آقای روح الله زم فرزند محمد علی با نام مستعار نیما. جلسه امروز به ریاست قاضی صلواتی به تفهیم اتهام به روح الله زم اختصاص یافت.
متهم است به 1. فعل ارز در بازه زمانی 1395 تا زمان دستگیری از اتهام ها پرشمار بود و سنگین. 17 مورد از جمله افساد فعل ارز، جاسوسی برای سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و فرانسه، همکاری با آمریکا، توهین به مقدسات و مسئولان جمهوری اسلامی، مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و نشر اکاذیب. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای از گرفتار شدن روح الله زم آبان بازداشت شد. سپاه پاسداران در اعلامیه ای گفت که او را با عملیاتی پیچیده در جریان سفرش به عراق بازداشت و به ایران منتقل کرده. عملیاتی که جزئیاتش و نقش احتمالی سرویس های اطلاعاتی منطقه در آن هنوز روشن نیست. روح الله زم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز از و این فردای اعلام خبر بازداشت روح الله زم. مشخص نیست این اعترافات در چه شرایطی گرفته شده، آن هم در کشوری که بارها متهم به گرفتن اعترافات اجباری و پخش تلویزیونی آن شده. مدیر آمد نیوز در این ویدیو علیه خودش و افراد دیگری اعتراف می کند. آمد نیوز کانال خبری پرطرفداری بر روی تلگرام بود که محتوای آن به گفته تحلیلگران مجموعه ای از خبرها و گزارش های واقعی و غیر واقعی بود. اما به دلیل ارتباط مدیرانش با افرادی در حلقه های نزدیک به قدرت در ایران گاهی دست به افشاگری های مهمی می زد. از جمله ماجرای ده ها حساب بانکی در قوه قضاییه در زمان ریاست صادق لاریجانی. آمد نیوز در جریان اعتراض های دی 96 در ایران نقش پررنگی در اطلاع رسانی تجمعات و فراخوان ها بازی کرد، تا جایی که دولت ایران مجبور شد از این کانال به شبکه تلگرام شکایت کند، شکایتی که سبب شد تلگرام کانال آمد نیوز را ببندد. روح الله زم اولین کسی نیست که در جمهوری اسلامی علیه خودش اعتراف می کند، اولین بارش هم نیست. او که در انتخابات 88 عضو ستاد مهدی کروبی و سهام نیوز بود در جریان اعتراض های پس از انتخابات بازداشت شد. آقای زم بعدها در نامه ای نوشت که از او خواسته بودند علیه چند چهره شناخته شده اعتراف کند. در حالی که دو دستم با دستبند به میله های فلزی بسته شده بود، ساعتها در حالت خمیده در آن مکان نگهداری می شدم تا اعترافات مورد نظر بازجویان علیه پدر مهدی هاشمی رفسنجانی، غلام حسین کرباسچی، محمد خاتمی و مهدی کروبی را از من بگیرند. آقای روح الله زم را در شعبه 15 دادگاه تاریخی برای جلسه دوم دادگاه اعلام نشده، اما به نظر می رسد رسیدگی به اتهامات روح الله زم ماجرایی پر سر و صدا در فضای پر التهاب سیاسی این روزهای ایران باشد. متهمی که در چند سال گذشته از مغضوبان اصلی جمهوری اسلامی بوده، اما کمتر از 20 سال پیش هم خودش و هم پدرش از محبوبان نظام بودند. فؤاد مسیحا، بی بی سی. فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار اصولگرا که قبلاً با خبرگزاری فارس، روزنامه جوان و وبسایت تابناک کار می‌کرده با ماست. آقای کلانتری، خوش آمدید به برنامه. دادگاه روح الله زم امروز اولین جلسه‌اش تشکیل شد. چقدر میشه انتظار داشت که شاهد و در واقع شنونده حقیقت در این دادگاه باشیم؟ سلام، منم به بینندگان شما عرض سلام دارم. با توجه به روالی که امروز ما از دادگاه دیدیم، غیر علنی بودن و یک سری به اصطلاح اطلاعاتی که قبلا داده میشد، مثل اینکه سخنگوی قوه قضاییه قبل این گفته بود که 5 نفر دیگه هم در مورد این پرونده بازداشت شدن، فکر نمی کنم که این یک روند عادلانه ای رو طی کنه، چون باید دادگاه اولا علنی بود که همه میشنیدن که چه اتفاقی افتاده، و با توجه به این همه هیاهویی که قبلا انجام شده بود در مورد دستگیری روح الله زم و این توقعی که برای حداقل مخاطبین ایجاد شده بود، اونایی که میشنیدن که یک شامل یک معماری پیچیده اطلاعاتی بوده و یک شبکه بسیار بزرگی بوده، اما ما چیزی ندیدیم، فقط یک سری اتهامات عنوان شد که در رأس اون اتهامات فساد فعل ارز بود که معلوم نیست که اینو چجوری به این نتیجه رسیدن، دلایل معلوم نبود و در حد همین بود. نمیدونم حالا این به طب هر کسی که اینو بینه بعید میدونم که اینو یک روند دادرسی عادلانه ببینه در بررسی این پرونده. گفتم شه اشاره هم کردین که 5 متهم دیگه هم بازداشت شدن در رابطه با این پرونده، آیا اطلاعاتی شما در دست دارید مبنی بر هویت این 5 متهم؟
حقیقت اینه که اصلا هیچ اطلاعاتی نیست. ببینید روز قبل‌تر از اون دادستان تهران اعلام کرده بود که هفته بعدش، یعنی این هفته، دادگاه رولازم برگزار میشه و هیچ صحبتی از پنج متهم نکرده بود. روز بعد که آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به اصطلاح جلسه رسانه‌ای داشته با رسانه‌ها، وقتی سوال میشه ایشون اونجا مطرح میکنه که 5 نفر دیگه هم بازداشت شدن در ارتباط با روح لازم، و البته ایشون باز اعلام میکنه که هنوز کیفرخواست این 5 نفر آماده نشده و به طب فقط فرونده زم روح لازم آماده است که هفته دیگه میره دادگاه و دادگاه برگزار میشه. در واقع هیچ اطلاعات کاملا متناقض از اونهایی که متولی هستن، یعنی دادستان تهران، سخنگوی قوه قضاییه، در یک روز فاصله فقط 2 حرف متناقض میزنن در مورد پرونده. یعنی دادستان تهران هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه به این 5 نفر. روز بعدش سخنگوی قوه قضاییه اعلام می‌کنه که 5 نفر متهم دیگه هم بازداشت شدن. به طب وقتی که اینها این خبر رو میدن و هیچ خبر متناقضه که اونها خبر ندارن، چطور میتونن رسانه ها خبر داشته باشن که این 5 نفر کی هستن و چه اتفاقی افتاده اصلا؟ آقای کلانتری، در حین گفتگوی ما از تلویزیون دولتی فیلمی در حال پخشه درباره روح الله زم. شما به عنوان کسی که زمانی برای خبرگزاری فارس و جوان کار میکردید و با نوع فعالیت اونها آشنایید و مستندات، به قول اونها مستندات این چنینی در اون رسانه هم کم ساخته نشده، از روند تهیه چنین فیلم هایی به ما بگید. ببین اگر اینو بخوای بررسی کنیم که روند تهیه این فیلم چیه، خیلی یه قصه خیلی بلندی داره. یعنی اون کسی که در واقع ببینید از یه سری رسانه‌ها به تپ تو این موضوعات معمولا از خبرنگارایی که توی صدا سیما هستن فعال هستن استفاده میکنن. در وهله اول هم تا همین قبل از باشگاه خبرنگاران جوان استفاده میکردن، چون باشگاه خبرنگاران جوان در اختیار مدیریت آدم‌هایی بود که اینا وابسته به مجموعه امنیتی بودن، یعنی از این نظر اعتماد داشتن. اینو که رأس بود و مدیریت می‌کرد اون مجموعه رو، چون وابسته به مجموعه امنیتی بود و ارتباط داشت، مطمئن بودن که برشاید یه خروجی خوبیه. البته یه موضوع دیگه هم هست. به نظر من معمولاً اون خبرنگار، اونی که پشت یا صداش هست یا اونی که کار تدوین رو میکنه و اون کار آماده سازی رو انجام میده، معمولا نقش مثلا توی سناریو نویسی به نظر من نداره، چون اینا یک چیزی آماده، یعنی یک سناریو و یک سری تصاویر که از قبل آماده شده معمولا در اختیار اینا قرار میدن و اینها تازه روی میز مونتاژ یا روی برنامه تدوین تازه میبینن، یعنی تصاویر رو میبینن، متن رو میبینن، صدا رو ضبط میکنن و این کارهای بیشتر فنی رو انجام میدن. یعنی اون میشه گفت که اینا رخ کار هستن، اصل کار جاهای دیگه برنامه ریزی میشه و معمولا خبرنگارها هیچ اطلاعی ندارن. حالا به طب روزنامه ها و خبرگزاری ها که نزدیک نیستن که هیچی، فقط ممکنه که برخی از خبرنگارای صدا سیما که مورد اطمینان باشن خبر داشته باشن. آقای کلانتری، روی کرده دستگاه امنیتی ایران با روح الله زم پیش از بازداشت او و پس از بازداشت او بسیار متفاوته. پیش از بازداشت تلاش می‌کردند که از او در واقع وجهه مخالفی رو ارائه بدن که نباید جدی گرفته بشه. در بعضی از برنامه‌های تلویزیونیشون او رو مسخره می‌کردند. بعد از بازداشت این تصور رو ایجاد کردند که او بسیار فرد مهمی بوده و بازداشت او یک موفقیت امنیتیه. این تضاد علتش چیه؟ ببینید تضاد اینه که من خودم به نظرم میرسه که این جریان چیز با توجه به اینکه خیلی بزرگ نمایی شد این جریان دستگیری، به نظر من این فقط یک بعد کمی بوده. یعنی دستگیری یک آدم که حالا منظورشون چه مدلی از قانونی بوده قانونی نبوده در یک کشور دیگه و اینو بردنش به کشور، یه بعد کمی شه. اما در بعد کیفی به چه نتیجه ای رسیدیم؟ بله قبلا اومدن ایستگاه پایانی دروغ رو ساختن و ابراز میکردن که یک آدم حالویه یا یک آدمی که از هوش کمی برخورداره، یا ما تونستیم اینو گول بزنیم که باعث این مواجهی شد که روح الله زم یک سری فیلم های دیگه پخش میکرد، اون میگفت من اینا رو گول زدم، اینا میگفتن اینو گول زدم، اونها میگفتن تو ساده ای، دوباره اون یکی میگفت که شما ساده تر از مایی.
اما الان تمام موضوعات رو دارم گره میزنم به روح الله زم. یعنی کوچکترین مسئله رو ربط میدم به روح الله زم. اگه واقعا روح الله زم این بوده، یعنی با تمام سرویس های اطلاعاتی دنیا در ارتباط بوده، خب بیاید در یه دادگاه علنی برگزار کنید، مستندات رو نشون بدیم که ببینیم چیه، این واقعیت داره یا نداره. صحیح. متشکرم. فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار اصولگرا با ما. وزارت دفاع ترکیه گفته به تلافی کشته شدن 5 نفر از نظامیانش در اصل حمله ارتش سوریه 115 هدف متعلق به سوریه را بمباران کرده. وزارت دفاع ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که حمله به سربازان این کشور در استان ادلب در شمال سوریه رخ داده و ارتش ترکیه به آن پاسخ داده. هفته پیش هم 7 نظامی ترکیه در یک حمله دیگر ارتش سوریه کشته شدند. ارتش سوریه در حال پیشروی در استان ادلب است و سازمان ملل امروز اعلام کرد که این پیشروی 869 هزار نفر را آواره کرده. مکس آبرامز، استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه نورث ایسترن از بوستون آمریکا با ماست. آقای آبرامز، به نظر میاد که این حملات کماکان ادامه داره و جامعه جهانی هم تلاش جدی برای توقفش نمی‌کنه. بله، موافقم با این. منم هیچ در واقع پایانی نمیبینم به شرایط کنونی. ما همه میدونیم که ادلب قرار بود که شرایط سختی درش حاکم باشه. این قلب مخالفان هست، این جاییست که مخالفان در اونجا مدت هاست که حضور دارند. دولت سوریه خیلی به روشنی گفته بود که قصدش این هست که پس بگیره، تمامیت ارضی کشور رو ثابت بکنه. در این حال ترکیه به شما نشانه ای نمیده که از اینکه بخواد عقب بکشه. فکر میکنم تازه برعکس است. تازه درک من این هست که ارتش ترکیه در واقع مواضع خودش رو در ادلب قوی تر هم کرده. بنابراین برای آینده ای که پیش روی خودمون داریم، یک رویارویی رو بین سوریه و ترکیه من میبینم و به نظرم شما درست میگید. حداقل در آمریکا به نظر نمیرسه که این خبر خیلی مهمی باشه برای مردم آمریکا و برای رسانه‌های آمریکایی. رسانه‌های آمریکایی به شدت درگیر مسائل داخلی هستند در آمریکا. در نیو همشایر فردا انتخابات مقدماتی هست و در پیش از اون هم مسائل مرتبط با استیضاح آقای دونالد ترامپ بود. بنابراین فکر می‌کنم آمریکایی‌ها کلاً سوریه رو فراموش کردن. اینکه می‌فرمایید ممکنه شاهد شدت گرفتن باشیم، آیا ممکنه که جنگی در بگیره بین ترکیه و سوریه؟ در این همین الان هم به نوعی ما یک درگیری نظامی رو داریم می‌بینیم. فقط اینکه چه تغییری اتفاق بیفته در اون مهمه. در حال حاضر مدت هاست که دولت‌های مختلف در سوریه و بخش‌های مختلف سوریه دولت‌های مختلفی داشتن و در عین حال داشتن علیه همدیگه می‌جنگیدن. همه می‌دونن که ترکیه به شورشی‌ها کمک می‌کنه، به خصوص در شمال غرب سوریه، و اونها دارن می‌جنگن علیه دولت سوریه. اما اون چیزی که شرایط فعلی رو متفاوت می‌کنه این هست که می‌بینیم که دولت‌ها به طور مستقیم دارن با هم وارد درگیری میشن. اون چه که ما به عنوان رژیم سوریه می‌شناویم حالا داره خط‌هایی رو رد می‌کنه و در عین حال داره در مقابل نیروهای ترکیه قرار میگیره. به همین دلیل هست که این درگیری ممکنه خطرناکتر باشه. ما برای اینکه با شرایطی مواجه هستیم که با ارتش‌های ملی کشورها داریم می‌بینیم و اون چیزی که خطرناکش می‌کنه و شرایط رو پیچیده می‌کنه اینه که روسیه در این میان آیا بخواد نقش فعال‌تری رو ایفا بکنه برای اینکه جدا بکنه این دو کشور رو از هم. بله، روسیه طرف دولت سوریه است، اما در این حال نفوذ هم در ترکیه داره. اتفاقی که به نظر میرسه که داره میافته اینه که روسیه
بیشتر و بیشتر داره درگیر میشه به عنوان یک میانجی اینجا، اما هیچ چیزی تا الان به دست نیومده از اون. بنابراین تا الان من معتقدم که ما خشونت‌های بیشتری بین دولت سوریه، نیروهای سوریه و همینطور نیروهای ترکیه می‌بینیم. متشکرم. مکس آبرامز، استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه نورث ایسترن. شکست پروژه پرتاب ماهواره ظفر با حواشی زیادی روبرو شده، از انتقادها به محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات تا تلاش‌های تبلیغاتی هواداران حکومت برای موفق توصیف کردن این پروژه، ضمن اینکه بعضی در شبکه‌های اجتماعی گفتند که بقایای این ماهواره را در استان سیستان و بلوچستان پیدا کردند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. شمارشی که معکوس نیست، برخلاف سنت معروف به تیده ده ثانیه نیست و البته خیلی زود با صدای پرهیجان یک گزارشگر میامیزد. این لحظه پرتاب ماهواره بومی ظفر به فضاست. ماهواره ظفر اینچنین به سوی مدار زمین پرتاب شد. نماد خودباوری و خودکفایی ماهواره ظفر این بود، یک ابزار ارتباطی که در دانشگاه علم و صنعت تولید و با سلام و صلوات تحویل سازمان فضایی کشور شده بود. نمونه اول این ماهواره قرار بود در مداری بالای 500 کیلومتری زمین روزی 15 بار دور کره خاکی بچرخد و دست کم 1.5 سال عمر کند، اما عمر کوتاهی پیدا کرد. ظفر هرگز در مدار زمین قرار نگرفت تا کسانی که آن را تهیه کرده بودند ثمره کارشان را ببینند. ایراد کار هم در اینجا بود، در موشک سیمرغ، موشکی که قرار بود ماهواره ظفر را حمل کند و به مدار زمین برساند. ظاهراً ضعف در ساخت این موشک بود که موجب شد تا نتواند با سرعت لازم ظفر را بالا ببرد. این عکس‌ها که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند، ظاهراً بقایای این پروژه‌اند که احتمالاً نه بخش‌هایی از ماهواره بلکه قسمتی از بدنه موشک سیمرغ هستند، اگرچه صحت این عکس‌ها تایید نشدند. و حاشیه مهمتر از متن پرتاب ماهواره ظفر نیز این وزیر کابینه دولت ایران است، محمد جواد آذری جهرمی، معروف به وزیر جوان، که به دلیل فعالیت خودمانیش در توییتر فیلتر شده دوست و دشمن بسیاری دارد. ما موفق نشدیم ولی خوشحالیم که یک بار دیگه امتحان کردیم و ایراداتمون رو دیدیم و پیدا کردیم و حالا از هر زمانی به موفقیت نزدیکتریم. آقای آذری جهرمی با چنین اظهاراتی و البته ویدیوهای شبیه به این یکی در مرکز خبرهای مربوط به پرتاب ماهواره ظفر قرار گرفت. او این ویدیو را در آستانه پرتاب ظفر در اینستاگرامش منتشر کرده بود. یک ویدیوی تبلیغاتی درباره خودکفایی و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موسیقی متن فیلم فتح بهشت که روایت ماجرای نخستین سفر اروپایی‌ها به قاره آمریکا در قرن 15 میلادی است، یعنی دقیقاً همان نقطه عطفی که در نگاه مورخین آغاز کشورگشایی غرب و در نهایت سلطه امپراتوری‌هایش بر سرزمین‌های بسیاری در جهان شد. این دست تبلیغات بی‌طرفدار هم نیست، مانند این توییت دبیر سابق سرویس دفاعی خبرگزاری تسنیم. از نظر او همینقدر که ماهواره ظفر تا ارتفاع 541 کیلومتری بالا رفته یک موفقیت است. در مقابل منتقدان و مخالفان بسیاری سقوط ماهواره ظفر را ادامه روند ناکارآمدی نظام حاکم ارزیابی کردند. از جمله این نوشته محمد مساعد، روزنامه‌نگاری که اتفاقاً به تازگی آزاد شده و در توییتش شکست‌های پیاپی و گذشته امنیتی وزیر ارتباطات را به او یادآوری کرده. نقدهایی از این دست به این تحلیل اشاره دارند که آقای آذری جهرمی در تلاش است تا سکوی پرتاب ماهواره را به سکوی پرش خود به سوی مقام ریاست جمهوری تبدیل کند. اما آیا با توجه به اهمیت این پروژه برای سپاه مسئله فقط بلند پروازی های یک وزیر کابینه است؟ ببینید، هر سال در آستانه مراسم 22 بهمن ما شاهد این هستیم که دولت ایران میاد و پیشرفت های اتمی، تسلیحاتی، ماهوارایی خودش رو به رخ میکشونه و میگه ما این کارها رو انجام دادیم. این یک بعد سیاسی مسئله. یک بعد دیگه این هست که اونها فکر میکنن این مسئله میتونسته امتیازی برای مذاکره باشه با طرف های اروپایی و
امریکا، فکر میکنم شاید هدف دیگه با در نظر گرفتن بقایای این چند هفته اخیر به حاشیه راندن مسئله شلیک به هواپیما هم هست. بنابراین من فکر میکنم که برخلاف آن چیزی که در خیلی از شبکه‌های اجتماعی مطرح شده که همه چی رو خلاصه کردن لزوما در خیز برداشتن آقای آذری جهرومی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی، من فکر میکنم اینو باید در نظر داشت که یک چنین پروژه‌ای پروژه ایشون نیست، بلکه پروژه سپاه و نیروهای نظامی ایران هم هست. به بیان دیگر، در واقع آن سوی پروژه پرتاب ماهواره است که نگرانی قدرت‌های غربی را برمی‌انگیزد، برنامه موشکی ایران. واقعیت این است که استخوان‌بندی پروژه پرتاب ماهواره این برنامه است و در واقع تا همینجا نیز شکست پرتاب‌ها نه به دلیل ناکامی در ساخت ماهواره، بلکه به دلیل ناکامی در ساخت موشک‌های ساخت سپاه است. کیوان حسینی، بی بی سی. لیگ قهرمانان فوتبال آسیا شروع شد و در همین روز اول مسابقات دو نماینده ایران که از طریق پلی‌آف به این مرحله رسیدند به زمین رفتند که البته هیچ کدوم برنده بیرون نیامدند. استقلال در اربیل به زمین رفت و شهر خودرو در دبی. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. استقلال تهران بعد از 3-1 یک نمایش خوب در شهرآورد جلوی پرسپولیس که همه زیر نظر فرهاد مجیدی اتفاق افتادند، به یک اربیل سرد در اقلیم کردستان عراق اومد تا با اشورته بازی کنه. مسابقه‌ای که استقلال در نیمه اولش تیم برتر زمین بود و به گل هم رسید. روی حرکت عالی زکی پور و اشتباه دفاع حریف. هرچند اگر دفاع اشورته دروازه خودی رو باز نمی کرد، دانشگر اونجا آماده گل زدن بود. در نیمه دوم این بار نوبت اشتباه دفاع استقلال شد که یک پنالتی به نماینده عراق هدیه داد. ضربه دور از دستان حسینی دروازه‌بان استقلال به تور چسبید تا بازی 1-1 مساوی بشه. نتیجه‌ای که استقلالی‌ها نتونستن با وجود چند موقعیت خوب اون رو عوض کنن و با 1 امتیاز به تهران برمیگردن تا به فکر مسابقه حساس هفته بعد جلوی الاهلی عربستان باشن. اما در دبی، شهر خودرو در اولین تجربه آسیایی امتحان بسیار سختی داشت. نماینده مشهد در لیگ قهرمانان باید با الهلال عربستان سعودی، پر افتخار ترین تیم قاره و مدافع عنوان قهرمانی که یک لشکر ستاره درجه 1 بین المللی داره، روبرو می شد. رحمتی دروازه‌بان با سابقه شهر خودرو تا یک حدی تونست حملات حریف رو بی اثر کنه، ولی درست قبل از پایان نیمه اول با کمونه کردن شوت کاریو بازیکن پرویی الهلال دیگه کاری از دستش ساخته نبود و تیمش عقب افتاد. در نیمه دوم جریان بازی عوض نشد و این بار گومیس فرانسوی بود که گل زد. نتیجه نهایی الهلال عربستان 2 شهر خودرو ایران 0. نتیجه نه چندان دلچسب ولی تجربه فوق‌العاده برای شهر خودرو که بازی‌های بعدیش احتمالاً آسان‌تر خواهند بود. پوریا ژافره، بی بی سی. در مراسم اسکار دیشب در لس آنجلس، فیلم انگل از کره جنوبی با بردن مهمترین جوایز تاریخ ساز شد. این فیلم روایت رابطه یک خانواده فقیر با یک خانواده ثروتمنده که وقایع غیرقابل پیش بینی بسیاری در اون رخ میده. این اولین باره که یک فیلم غیر انگلیسی برنده اسکار بهترین فیلم سال میشه. بهمن کلباسی از این موفقیت برای سینمای کره جنوبی و دیگر جوایز مهم شب گزارش میده. اسکار و زرق و برق معمولش. آغاز مراسم با اجرایی که تلاشی بود برای اصلاح این تصور که اسکار هنوز هم به سینماگران غیر سفید پوست کمتر بها می دهد. امسال در میان 20 بازیگر نامزد فقط یکی سفید پوست نبود که منجر به انتقادهایی شد و شاید بر رأی اعضا هم تأثیر گذاشت. رأیی که بر اساسش فیلم کره‌ای انگل علاوه بر بهترین فیلم خارجی و فیلمنامه اصیل در رقابت با بنامترین کارگردانان آمریکا اسکار کارگردانی را هم برد. از جوانی این جمله در وجودم حک شده که آنچه که آدمی با گوشت و پوستش حس میکنه سبب بیشترین خلاقیت میشه.
این جمله البته از کسی نیست جز مارتین اسکورسیزی، کارگردان بزرگ ما. آقای تارانتینو، خیلی دوست دارم. در بخش بهترین بازیگری ها همان که پیش بینی شده بود رخ داد. براد پیت به اولین اسکار بازیگریش رسید برای نقشش در فیلم روزی روزگاری در هالیوود. به خانوادم فکر میکنم که میبردنم فیلم های متنوع ببینم. به روزی که هرچی داشتم رو ریختم تو ماشینم و اومدم لس آنجلس و کسایی که به هم اولین فرصت بازیگری رو دادن و همه آدم هایی که در این مسیر به هم کمک کردن، واقعا حکایت روزی روزگاری در هالیوود است. رنه زلویگر هم که نقش خواننده معروف جودی گارلند را بازی کرد، اسکار بهترین بازیگر زن را برد. خانم گارلند، شما مسلماً یکی از قهرمانان من هستید. شما امشب اینجا با ما هستید و این جایزه مسلماً برای شماست. خیلی سپاسگزارم. خیلی از همه متشکرم. شب بخیر. و البته واکین فینیکس بهترین بازیگر نقش اول مرد شد برای فیلم جوکر. برنده هست آموختن اسکیت سواری در منطقه جنگی. در بخش فیلم‌های مستند اثری در مورد آموزش ورزش اسکیت به دختران افغان مجسمه طلایی را گرفت. خاطر از یک در پیش خانه ما رواج است دختر کلان شد در جای نمی‌روید. من از 2005 در افغانستان کار می‌کردم و این نامه عاشقانه من به دختران شجاع این کشور است. در پایان مراسم هم باز این فیلم انگل بود که شگفتی آفرید. انگل؟ اولین بار در تاریخ 92 ساله اسکار که یک فیلم غیر انگلیسی زبان برنده مهمترین جایزه شب، یعنی بهترین اثر سینمایی سال شد. این واقعیت که در میان جمعیتی که امشب اینجا مراسم اسکار رو ترک کردن، این دستندرکاران فیلم انگل بودن که بیشتر از هر فیلم دیگری مجسمه طلایی به خانه بردند، البته مدیون کیفیت این فیلم هست. ولی فرصتی رو هم فراهم کرد برای اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی و همان اسکار که بر فیلم‌های بین‌المللی تأکید بکنند و بگویند صرف نظر از اینکه یک فیلم از کدام کشور با به چه زبانی باشه، اگر بر رقبای آمریکاییش برتری داشته باشه اون رو بر صد خواهند نشوند. و البته این ممکن است کمک بکنه که مخاطبین بین‌المللیشون رو هم افزایش بدن، به خصوص در شرایطی که مخاطبین آمریکایی افزایش چندانی پیدا نکردن و در سال‌های گذشته قدری هم کاهش داشته. بهمن کلبوسی، BBC، لس آنجلس. و ما ویژه برنامه فرش قرمز هم که دقایق دیگه و پس از 60 دقیقه پخش میشه به مراسم اسکار امسال اختصاص داره. ممنون از همراهی شما. فعلا شب خوش.